حالا هر طوری بود، من کلاس دهم اومدم تیزهوشان و خب اون موقع از شانس ما کلن 4 نفر تیزهوشان نیاز داشت خوب. و من هیچ کس باور نداشت که من بتونم قبول بشم، ولی من نفر اول قبول شدم. ماشاءالله. خب دهم باز همون رویه قبلی، اصلا درس نخوندم. اصلا درس میخوندی؟ یعنی روزی چقدر درس میخوندی دیگه؟ روزی 5 ساعت میخوندی دیگه؟ نه اصلا تو خونه اصلا نمیخوندم، فقط سر کلاس هرچی معلم میگفت. شانس آوردی معتاد نشدی تو. خب نه من کلا این زیاد که یاد بیرون بیشتر سر کلاس بودم میشه. خب اصلا عادت کرده بودم که خونه چیزی نخونم. بعدش و یکی از بدترین چیزام همین بود، چون عادت به خوندن نداشتم برام سخت بود که بشینم چند ساعت بخونم. بله. بعد در شروعی که اومدی پادگان ذوالفقاری قشنگ یادمه این عادتت خیلی داشت کار دستت میداد. خب 11 خوندم فقط برای اینکه شاگرد اول بشم توی کلاس و خب شدم، ولی خب حد برای کنکور نمیتونم. یعنی تست نمیزدی تو 11؟ نه تشریح. فقط تشریحی باید. فقط تشریحی میخونده. چیزی که الان خیلی بچه ها دوچارشن، یعنی 99% از بچه ها دارن تشریحی میخونن فقط. خب خب استاد ببینید شرایط ما اینطوری بود که کسی بهمون نمیگفت اینا رو که باید چی کار بکنیم. نه اصلا میدونستیم، حالا کلاسی نوعا که اصلا نمیشناختیم، کلاس آنلاین اصلا. آها. اوج کارمون این بود که یه آزمون 2 هفته یه بار میدادیم، ولی خب اونم به صورت تستی نمیخونیم. و همینطور فهم میرفتیم میدادیم، برای اونم مهم نبود سر دست. خوب ادامه شو بده، فقط یکم موشه با ریتمو تندتر کن. چشم. 12 که شد، یعنی تابستون که پارسال باشه شروع کردم، بازم جدی شروع نکردم. یعنی دوچار حاشیه شدم و خیلی وقت تلف کردم. خوب. ولی گفتم که اصلا راست مشاوره رو قبول نمی‌کنم. خب حالا چیزی که شنیده بودم از دور و بریم میگفتن که مشاور هیچ فایده ای نداره و منم این حاشیه زنی تو زنم بود که اصلا قبول نداشتن. خب برای همین خودم میخوندم، برای یه مدت دیدم اونطوری که باید هنوز نتیجه نگرفتم، یعنی حدودن مهما. آها. کلاس آنلاین ها رو ثبت نام کرده بودم، بعدم نبودم توشون، ولی خودم راضی نبودم. خب؟ تو خودم رو گفتم که به نظرم شاید مشاوره بتونه کمکم بکنه. گفتم پس تو که از من هیچ مشاوره قبول ندید، برای پیش بودی ها کلن نظرت عوض شد. من گفتم بالا چیزی که من دیدم یکی دوتا مشاوره هستن، بکنم کارشون درست بشه. و خب دیگه قبول کردن، ولی خب تمام مدت ثبت نام بکنم یکم دیر شد، یعنی تقریبا آذر ماه من ثبت نام کردم. آره تو یکم دیرتر نسبت به بقیه اومدی به جمع بچه‌ها اضافه شدی. مشتاق من یه سوال بپرسم الان حرفات ادامه بده، فقط یکم تندتر لطفا. چه تا اومدم خودم رو با شما مشق کنم، من باز یکی دو ماه گذشت تقریبا شد 3 ماه. بچه‌ها یه نکته خیلی مهمه ها، بچه ها این نکته خیلی مهمه ها، مشتبه جهانی یک ماجرای خیلی مهم داره، یعنی تقریبا میشه گفت از دیماه استارت زد اومد جلو. بعد مشتبه تو تو یه اتفاق عجیب و غریب هم برات افتاد دیگه، پارسال تونستی طبق یه شرایطی کنکور هم بدی. بله بله من یکی از دوستان برام ثبت نام کرد، منم رفتم سر جلسه که ببینم حال هواش چطوری. حالا اینم که چه جوری کنکور دادی و چه فرایندی داشت و مدرک تحصیلی و اینا رو حالا بعداً بهش میپردازیم، کاری نداریم. خب دی ماه استارت زدی جدی؟ بله پروژه جی استودیو فنکی شروع شد، من استارت اصلی. خب و خب سعی کردم ساعت مطالعه ما ببرم بالا با تست تعداد تست بالاتر تو طرح پروفشنال. خب بله بعدم دیگه همینطور با برنامه پادگان اومدم جلو و خب خیلی خدا رو شکر پیشرفت کردم و اساتیدم خدا رو شکر ازم راضی بودن
آره دقیقاً. و مشابه تو یه ویژگی خیلی مهم داری، درسته که یکم دیرتر از بقیه استارت زدی ولی خیلی منظم اومدی جلو، یعنی گوش